72 اجلاس مجمع عمومی ملل متحد در نیویورک. وضعیت انسانی در میانمار همچنان فاجعه آمیز. زمین لرزه مکزیک با صدها کشته و مجروح. همه پرسی استقلال کاتالونیا و مخالفت شدید دولت مرکزی اسپانیا با آن. فضاپیمای دراگون از ایستگاه فضایی بین‌المللی به زمین بازگشت. دومین اجلاس مجمع عمومی ملل متحد در نیویورک. روز سه‌شنبه 28 شهریور 72 اجلاس اصلی مجمع عمومی ملل متحد در نیویورک با حضور نمایندگان بیش از 193 کشور جهان با سخنرانی آنتونیو گوترز دبیر کل سازمان ملل گشایش یافت. بسیاری از سران 193 کشور عضو سازمان ملل از جمله رؤسای جمهور آمریکا، روسیه، چین، فرانسه و ترکیه در این نشست سالانه شرکت داشتند. آنتونیو گوترز دبیر کل سازمان ملل در سخنرانی خود گسترش سلاح‌های هسته‌ای، تروریسم جهانی و تغییرات جوی را از جمله چالش‌های خواند که جامعه جهانی با آن روبروست. وی به رهبران جهان هشدار داد که بعد از جنگ سرد تهدید یک حمله اتمی در بالاترین سطح خود قرار دارد و سخنان تندروانه می تواند به سوء برداشت های مرگبار منجر شود. در این اجلاس رئیس جمهور آمریکا نیز از سوی مردم این کشور حضور نمایندگان تمامی کشورها در ایالات متحده را خوش آمد گفت. Welcome to New York. دونالد ترامپ در سخنرانیش پس از نگاهی به اوضاع آمریکا و بحران‌های بین‌المللی بر روی تهدید اتمی حکومت کره شمالی و خطر اتمی و دخالت‌های تروریستی رژیم آخوندی تمرکز کرد و همه کشورها را به تلاش مشترک برای مقابله با این تهدیدها فراخواند. رئیس جمهور آمریکا گفت We cannot abide by an agreement. که این کشور نمیتواند اجازه دهد این رژیم جنایتکار به فعالیت‌های بی‌ثبات کننده خود در منطقه ادامه دهد و بر توان موشکی خود بیفزاید. او رژیم ایران را یک دیکتاتوری فاسد خواند که پشت نقاب دموکراسی پنهان شده است. او گفت قربانیان اصلی رژیم ایران مردم ایران هستند. همه جهان می‌دانند که مردم خوب ایران خواهان تغییر هستند و این رژیم بیش از هر قدرتی از مردم ایران می‌ترسد. رئیس جمهور آمریکا درباره توافق هسته‌ای با رژیم ایران یک بار دیگر از یک طرف بودن و بد بودن این توافق سخن گفت و اضافه کرد ما نمی‌توانیم به توافق‌نامه‌ای که سرپوشی برای ایجاد یک برنامه هسته‌ای باشد پایبند بمانیم. محمود عباس رئیس دولت فلسطین از دیگر رهبران شرکت کننده در 72 اجلاس مجمع عمومی ملل متحد بود. وی روز چهارشنبه 29 شهریور در نشست مجمع عمومی سازمان ملل گفت اگر راه حل دو دولت ناکام بماند پیش روی ما راهی جز ادامه مبارزه و مطالبه برای استیفای حقوق کامل سکان تاریخی فلسطین باقی نمی ماند. دولت فلسطین نمی تواند بدون نوار غزه تشکیل شود. او از سازمان ملل خواست به تلاش‌هایش برای پایان دادن به اشغال دولت فلسطین از سوی اسرائیل بر اساس جدول زمانی مشخص ادامه دهد. رئیس دولت فلسطین گفت سازمان ملل مسئولیت قانونی، اخلاقی و سیاسی پایان دادن به اشغالگری اسرائیل را بر عهده دارد. در حاشیه مجمع عمومی ده‌ها دیدار و جلسات دو جانبه و چند جانبه بین رهبران کشورهای مختلف برگزار شد. در یکی از این نشست‌های ویژه دونالد ترامپ با ضروری شمردن ایجاد اصلاحات در سازمان ملل گفت سازمان ملل به دلیل بوروکراسی و سوء مدیریت نتوانسته است به ظرفیت کامل و واقعی خود برسد و آمریکا نتیجه ملموسی در راستای سرمایه‌گذاری‌هایی که در آن نهاد کرده مشاهده نکرده است.
نیازهای مالی بسیاری از نهادهای سازمان ملل از جمله صندوق جمعیت از طریق کمک داوطلبانه کشورهای عضو سازمان ملل تامین می شود. آمریکا بزرگترین تامین کننده منابع مالی سازمان ملل متحد است. این کشور 22% بودجه سالانه این سازمان و 5.28% بودجه عملیات حفظ صلح آن را تامین می کند. وضعیت انسانی در میانمار همچنان فاجعه آمیز. هفته گذشته بحران آوارگی مسلمانان روهینگیا یکی از موضوعات مهم مجمع عمومی سازمان ملل و جامعه جهانی بود. شرایط کنونی در میانمار با واکنش تند جامعه جهانی مواجه شد و شماری از سخنرانان در نشست مجمع عمومی نگرانی و ناخرسندی خود را از این وضعیت ابراز داشتند. روز سه‌شنبه 28 شهریور آن سان سو چی رهبر دولت میانمار در جریان سخنرانی عمومی خود در تلویزیون میانمار ضمن اشاره به نقض حقوق بشر در استان راخین گفت از روز 5 سپتامبر به این طرف درگیری یا عملیات پاکسازی در راخین صورت نگرفته است. او گفت بیشتر مسلمانان تصمیم به ماندن گرفتند که نشان می‌دهد اوضاع خیلی بد نیست. او همچنین گفت همه پناهندگان پس از طی فرایند تایید هویت می توانند برگردند. در همین حال دفتر آن سان سو چی با انتشار اطلاعیه اعلام کرد برخی از بوداییان افراطی اقدام به ممانعت از ورود کشتی حامل کمک‌های بشردوستانه نیروهای کمیته بین‌المللی صلیب سرخ برای مسلمانان آراکانی به ایالت آراکان کردند. مسلمانان آراکانی از سوم شهریور امسال هدف حمله ارتش میانمار و بوداییان افراطی بوده و خانه‌های خود را در موندا از دست دادند. در پی اظهارات آن سان سو چی، نهادهای حقوق بشری همچنان انتقادهای شدیدی به وی کردند. سازمان عفو بین‌الملل گفت سو چی و دولت او با نادیده گرفتن نقش ارتش در خشونت‌ها سر خود را در شن فرو برده است. با کنش گسترده و خشونت‌آمیز ارتش میانمار به این حمله علاوه بر تعداد زیادی کشته منجر به آوارگی بیش از 410 هزار روهینگیایی به کشور همسایه بنگلادش شده است. با وجود واکنش تند جامعه جهانی به شرایط کنونی در میانمار اقدام مؤثر و یکپارچه‌ای در این مورد صورت نگرفته است. برخی اعضای شورای امنیت خواستار تصویب قطعنامه یا صدور بیانیه‌ای در محکومیت دولت میانمار و اقدام برای پایان دادن به وضعیت کنونی شدند، اما چین و روسیه با صدور قطعنامه یا بیانیه شدید اللحن علیه میانمار مخالف هستند. از زمان قدرت گرفتن نظامیان در برمه در سال 1962 جمعیت روهینگیا تحت فشار قرار گرفت و سرانجام در سال 1982 دولت نظامی با تصویب قانون جدید تابعیت این قوم را غیر برمه‌ای اعلام و شهروندی آنان را سلب کرد. در نتیجه مردم روهینگیا در میانمار که سازمان ملل آنان را بزرگترین جمعیت بدون ملیت در جهان دانسته از دسترسی به بسیاری از خدمات اجتماعی در این کشور محروم هستند. در حال حاضر بیش از 420 هزار تن از مسلمانان روهینگیا از محل سکونت خود در میانمار گریخته و در مناطق مرزی بنگلادش در وضعیت بسیار دشواری به سر می‌برند. میانمار که تا سال 1989 برمه نام داشت، زمانی مستعمره بریتانیا بود و در سال 1948 استقلال خود را به دست آورد. ارتش برمه با کودتایی در سال 1962 قدرت را در دست گرفت و در دهه‌های بعد به طور مستقیم یا غیر مستقیم اداره امور این کشور را در دست داشت. در سال 2011 میلادی در حالی که این کشور با فشار و تحریم خارجی مواجه بود اصلاحاتی را به اجرا گذاشت که سرانجام به برگزاری انتخابات پارلمانی آزاد سال 2015 و پیروزی حزب اتحاد ملی برای دموکراسی به رهبری آن سان سو چی و تشکیل دولت غیر نظامی به رهبری او منجر شد. زمین لرزه مکزیک با صدها کشته و مجروح. روز سه‌شنبه 28 شهریور زمین لرزه‌ای به قدرت 7.1 درجه در مقیاس ریشتر مکزیکو سیتی پایتخت مکزیک را لرزاند.
طی 12 روز این دومین زمین لرزه مرگبار است که شهرهای مکزیک را می‌لرزاند. این زلزله در ساعت 13:14 روز سه‌شنبه به وقت محلی و همزمان با برگزاری مانورهای آمادگی در مقابل زلزله به مناسبت 32 سالگرد وقوع زلزله مرگبار دیگری در این کشور روی داد. در زلزله قدرتمند سال 1985 بیش از 10,000 نفر کشته شدند. بنا به گزارشات خبرگزاری‌های بین‌المللی، شمار قربانیان زمین لرزه مهیب مکزیک در روز سه‌شنبه از مرز 260 نفر گذشت. با نمایان شدن علائم زلزله، زنگ‌های خطر به صدا درآمدند، اما بسیاری از مردم فکر کردند که صدای زنگ‌ها نیز بخشی از تمرینات برای آمادگی در مقابل زلزله است. این زمین لرزه که در 120 کیلومتری مکزیکو سیتی پایتخت این کشور و در عمق 51 کیلومتری زمین رخ داد، تلفات و خسارات فراوانی در دو ایالت موریلوس و پوئبلا در جنوب این کشور بر جای گذاشت. برق و خطوط ارتباطات تلفنی در برخی از نقاط پایتخت قطع شد. در بسیاری از ساختمان‌ها آتش سوزی اتفاق افتاد و شماری از ساختمان‌ها فرو ریختند. در یکی از این ساختمان‌ها در پایتخت که یک مدرسه بود، دست کم 22 دانش آموز کشته شدند. تلاش برای نجات جان دیگر دانش آموزان تا ساعت‌ها ادامه داشت. بیش از 500 نفر از نیروهای ارتش و نیروی دریایی مکزیک در کنار 200 افسر پلیس و داوطلب در محل مدرسه برای بیرون آوردن قربانیان تلاش می‌کردند. شهردار مکزیکو سیتی به یک شبکه تلویزیونی محلی گفت سازمان‌های امدادرسانی با ساختمان‌های ریخته یا به شدت آسیب دیده در 44 نقطه روبرو هستند. بسیاری از مردم از بیم پس‌لرزه‌های زلزله خانه‌های خود را ترک کرده و در خیابان‌ها به سر بردند. مکزیک از کشورهای زلزله‌خیز است و پایتخت آن روی یکی از فعال‌ترین گسل‌های زلزله‌خیز قرار گرفته است. مکزیکو سیتی با بیش از 20 میلیون نفر جمعیت یکی از پرجمعیت‌ترین شهرهای جهان است. کمتر از دو هفته پیش از این در هفته سپتامبر زلزله شدیدی به قدرت 8.2 درجه در مقیاس ریشتر مکزیک را لرزاند که بیش از 90 کشته و 200 مجروح بر جای گذاشت. همه پرسی استقلال کاتالونیا و مخالفت شدید دولت مرکزی اسپانیا با آن. به رغم مخالفت‌های اسپانیا، دولت ایالتی در کاتالونیای این کشور در نظر دارد روز 1 اکتبر برای استقلال از اسپانیا در این منطقه همه پرسی برگزار کند. روز شنبه 25 شهریور از 948 شهردار این منطقه بیش از 700 نفر به خیابان‌ها آمدند و اراده خود را برای برگزاری این همه پرسی به صراحت اعلام کردند و اقدامات دولت برای جلوگیری از برگزاری آن را به چالش کشیدند. اعضای دولت محلی کاتالونیا روز چهارشنبه 22 شهریور با امضای سندی رسماً خواهان برگزاری همه پرسی استقلال در نخستین روز ماه اکتبر شدند. امضای این سند توسط اعضای کابینه دولت محلی پس از تصویب قانونی در پارلمان صورت می‌گیرد که در آن اجازه برپایی صادر شده است. کارلس پوچدمون و دیگر رهبران جدایی طلب دولت ایالتی کاتالونیا با شعارهای چون استقلال، ما رأی می‌دهیم و ما نمی‌ترسیم به استادیوم مسابقات گاوبازی شهر تاراگونا وارد شدند. پوچدمون در برابر حدود 8,000 طرفدار جدایی این ایالت از اسپانیا که در این استادیوم تجمع کرده بودند گفت با شرکت در همه پرسی از دو گزینه ماندن در مسیر خودمختاری و یا برگزیدن راهی جدید که به یک کشور مستقل با ماهیت جمهوری ختم خواهد شد یکی را انتخاب کنید. استقلال طلبان که از 2 سال پیش قدرت را در دست گرفتند تلاش دارند همانطور که پیشتر وعده داده بودند این منطقه را به استقلال برسانند. در همین حال دادگاه قانون اساسی اسپانیا فرایند برگزاری همه پرسی استقلال را متوقف کرد و به کارلس پوچدمون رئیس دولت کاتالونیا و کارمی فورسادل رئیس پارلمان آن هشدار داد تا از این قانون تبعیت کنند. دادستان کل این اقدام را خلاف قانون اساسی خواند و افزود رهبران سیاسی این منطقه استقلال طلب را تحت تعقیب قرار خواهد داد. پیش از این ماریانو راخوی روز جمعه 17 شهریور گفت همه پرسی استقلال کاتالونیا که قرار است در اول اکتبر برگزار شود غیر قانونی است. او گفت همه مردم اسپانیا باید تصمیم بگیرند که چه آینده‌ای برای خود می‌خواهند. او اضافه کرد تا
جایی که من می‌دانم اعضای دولت این رفراندوم را در هیچ شرایطی تحمل نخواهند کرد. جدایی طلبان کاتالونیا سالهاست که با الگوبرداری از کبک و اسکاتلند به دنبال جلب توافق دولت مرکزی برای برپایی همه‌پرسی هستند. آنها 9 سپتامبر 2014 یک نظرخواهی نمادین با شرکت بیش از 2 میلیون نفر برگزار کردند که طی آن 80% از نظر دهندگان موافقت خود را با استقلال این منطقه اعلام کردند. کاتالونیا یکی از بخش‌های خودمختار اسپانیا و از نظر اقتصادی قدرتمندترین بخش این کشور است. حدود 1/5 از کل کالاها و خدمات سالانه اسپانیا به تنهایی در کاتالونیا تولید می‌شود و 1/4 کل صادرات اسپانیا به خارج نیز از طریق این منطقه خودمختار تأمین می‌گردد. کاتالونیا که در شمال شرقی اسپانیا واقع شده 7.5 میلیون نفر جمعیت و زبانی مخصوص خود دارد. جدایی طلبان کاتالونیا سیاست‌های دولت مرکزی اسپانیا در قبال خود را ناعادلانه می‌دانند و خواستار جدایی از این کشور هستند. فضاپیمای دراگون از ایستگاه فضایی بین‌المللی به زمین بازگشت. روز یکشنبه 26 شهریور کپسول فضایی اسپیس ایکس دراگون از ایستگاه فضایی بین‌المللی جدا شد و پس از طی سفر 5.5 ساعتی خود با موفقیت بر روی آب‌های اقیانوس آرام فرود آمد. متخصصان ناسا از مرکز هوستون این فضاپیما را کنترل می‌کردند. این کپسول برای اجرای عملیات سوخت‌رسانی و تأمین مایحتاج ایستگاه فضایی بین‌المللی در 16 اوت سال جاری میلادی با نزدیک به 3 تن مواد غذایی، آب و تجهیزات علمی و فنی به ایستگاه فضایی پرتاب شده بود. دراگون پس از اجرای عملیات نمونه‌های آزمایشی ایستگاه و حدود 1 تن بار را به زمین بازگرداند. اسپیس ایکس دراگون تنها سفینه باری است که می‌تواند بدون اینکه آسیب ببیند از جو زمین عبور کند و دوباره برای مأموریت‌های بعدی آماده گردد. متخصصان شرکت اسپیس ایکس پس از اینکه این سفینه باری را از آب‌های اقیانوس آرام گرفتند، آن را به مرکز تحقیقاتی خود در کالیفرنیا منتقل می‌کنند. این 12th مأموریت موفق برای شرکت اسپیس ایکس سازنده یک کپسول دراگون محسوب می‌شود. این شرکت با سازمان ناسا همکاری نزدیکی دارد. پیش از این در 3 ژوئن سال جاری فضاپیمای دراگون که روی یک راکت فالکون 9 نصب شده بود در مرکز فضایی کندی ناسا واقع در فلوریدا به فضا پرتاب شد. شرکت اسپیس ایکس فضاپیمای دراگون را با استفاده از موشک قابل بازیابی فالکون 9 به فضا پرتاب می کند. استراتژی شرکت اسپیس ایکس این است که موشک‌هایش را بتواند بعد از هر مأموریت مجدداً به کار بگیرد. با این استراتژی شرکت اسپیس ایکس هزینه‌های هر مأموریت را کاهش می‌دهد. شرکت اسپیس ایکس تمامی موشک فالکون 9 را پس از هر پرتاب ذخیره نمی‌کند، بلکه اولین لایه از 14 لایه آن را نگه می‌دارد که در این لایه موتور اصلی و بخش اصلی سوخت موشک برای راه‌اندازی باقی می‌ماند. پیش از این تمام قسمت‌های سازنده موشک‌های اوربیتالی در یک بار و با هم به فضا پرتاب می‌شدند، بدین معنی که برای هر مأموریت گردش در مدار زمین ده‌ها یا صدها میلیون دلار هزینه می‌شد.